النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله رب العزة طاعته وعبادته همه ما شما را قبول و مقبول دربار خود بگردانه و همه ما شما را توفیق پابندی و استقامت به احکام دین از اوامر و نواهی الله رب العزة عطا فرمایه. و الله رب العزة مشکلات و سختی هایی که داریم الله رب العزة مشکلات و سختی های ما را آسان بگردانه و راه فلاح و رستگاری را برای ما شما باز بگردانه. شک نیست برادر استم که قضایای ایمان در حقیقت از جمله امور هست که هر قدر انسان در رابطه با او صحبت بکنه باز هم کمتر می باشه، به جهت دیزی که اساس عمل در اسلام ایمان تشکیل می ده. تا به وقتی که ایمان وجود نداشته باشه اصلا عمل انسان مورد اعتبار قرار نمیگیره. و ایمان در حقیقت یک سلسله عناصر هست که توسط شریعت برای ما شما بیان شده و ما مکلف هستیم که به هر یک جز و عنصر از او تصدیق و باور کامل داشته باشیم و کوچکترین خلل در هر یک جز از اجزای ایمان و یا عنصر از عناصر ایمان متوجه باشین که همه اعمال ما شما را باطل ساخته و از بین میبره. پس مکلفیت ما در این دنیا که الله رب العزت ما شما را خلق کرده و پیدا کرده دو چیز اساسی هست. اول قضیه ایمان است و دوم قضیه عمل صالح میباشه. و قسمی که در رابطه با عمل صالح در هفته های گذشته ما شما صحبت کردیم که عمل صالح در حقیقت و نمو عملی هست که ناشی از انگیزه ایمان می باشه و مطابق آن چیزی که شریعت ما و شما را به او امر کرده و ارشاد کرده و راهنمایی کرده مطابق از او عمل انجام بدیم. هر عملی که ناشی از انگیزه ایمانی ما و تو می باشه و انجام دادن از او مطابق شریعت و احکام شریعت صورت می گیره اینمی عمل به نام عمل صالح یاد می کنم. پس ما به جهت از اینکه عمل ما صالح باشه ما به ایمان ضرورت داریم. به جهت از اینکه هر عملی که ناشی از انگیزه ایمانی نمی باشه و عمل هیچ وقت به نزد الله جل جلاله نه ارزش داره نه قیمت داره و نه در رابطه با او عمل انسان کدام اجر و ثوابی از نزد الله جل جلاله میبره. در قرآن مجید الله رب العزت در رابطه با انسان هایی که قلب خود با نعمت ایمان مزین نکردن و اعمال زیاد را در این دنیا انجام دادن الله رب العزت در رابطه با ایشان می فرمایه که فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ما در روز قیامت برای از این قسم انسان ها اصلا برای عملشان کدام ارزش، کدام وزن، کدام قیمت قائل نمیشه. پس به این خاطر در خطبه هایی که قبل از ماه مبارک رمضان آغاز کرده بودیم و بعد از اینکه ماه مبارک رمضان فرا رسید و شک نیست که ماه مبارک رمضان یک ماه پربرکت و پرفضیلت و یک ماه ویژه در اسلام میباشه، پس به می خاطر خطبه ها و درسایی که در ماه رمضان هم داده میشه خطبه های ویژه هست که متعلق به می ماه می باشه که تا هر انسان مؤمن و مسلمان از فضیلت و برتریت از این ماه آگاهی حاصل کرده و بتانه خیر و سعادتی که الله رب العزت در این ماه برای انسان مؤمن و مسلمان تعیین کرده از او خیر و برکت مستفید شود. ما در خطبه هایی که قبل از ماه مبارک رمضان آغاز کرده بودیم برادر اسلام خطبه هایی بود در رابطه با مسائل ایمان و عقیده.
و به می جهت در رابطه با یک سلسله از این خطبه ها صحبت کردیم و مسائل دیگری در رابطه با عناصر و مسائل و امور ایمان و عقیده باقی مانده که انشاءالله و تعالی الله رب العزت ما شما را توفیق بده در رابطه با این مسائل صحبت میکنیم که تا اقلا انسان مؤمن و مسلمان از مسائل ایمان و عقیده خود آگاهی حاصل بکنه. صحبت ما در رابطه با مسائل ایمان و عقیده برادر اسلام در رابطه با قضای ایمان به الله جل جلاله صحبت صورت گرفت، در رابطه با قضای انبیاء علیهم السلام صحبت مفصل ما و شما کردیم و از خلال آن چیزی که تقاضا می کرد ایمان به کتابهای آسمانی هم ضمن ایمان به انبیاء علیهم السلام در رابطه با کتابهای آسمانی هم با شما صحبت کردیم، یعنی به ایمان ها که از عناصر ششگانه ایمان که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث متبرکه خود امت ارشاد می فرمایند که ایمان و ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و اليوم الاخر و القدر خیره و شره. ما در رابطه با سه عنصر از او صحبت کردیم و سه عنصر دیگه از او باقی مانده که انشاءالله و تعالی الله رب العزت توفیق نصیب فرماید در رابطه با هر یک از این عناصر هم به صورت مفصل و مشرح که حتی هر کدام از این چند شاید چندین خطبه را از ما و شما در بر بگیره انشاءالله و تعالی صحبت میکنیم که تا اقلا خطبه های روز جمعه ما و شما من حیث یک دروس هفتوار باشه که ما بتانیم از او استفاده بکنیم در رابطه با ایمان خود، در رابطه با اعمال خود، در رابطه با پابندی و استقامت خود به احکام الهی و در رابطه با فلاح و رستگاری و نجات و فوز عظیم و بزرگی که ما به خاطر از او پیدا شدیم. پس به این خاطر انشاءالله و تعالی ما شما در رابطه با یک عنصر جدید از عناصر ایمان که شاید کمتر کسی ما در رابطه با او توجه بکنه و شک نیست که همه ما شما ایمان داریم دیگه، تو نیست که این عنصر در ایمان ما شما داخل نباشه، ولیکن در رابطه با مسائل و احکام از این عنصر از عناصر ایمان شاید بسیاری ما و شما در رابطه با او اصلا معلومات کافی نداشته باشیم و اگر معلومات هم در رابطه با این عنصر داشته باشیم معلومات خاطئ و اشتباه و برداشت های نادرست هست که از پیش خود ایجاد کردیم، در حالی که ما اگر به عناصر ایمان عقیده و باور و تصدیق و یقین می داشته باشیم متوجه باشیم که باور و تصدیق و یقین ما ناشی از آن چیز باشه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کرده، ناشی از آن چیز باشه که الله رب العزت توسط پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را خبر داده. اینطور نمیشه که ما در قضایا و عناصر ایمان مطابق آن چیزی که ما برداشت کردیم مطابق از او چی داشته باشیم ایمان داشته باشیم، به جهت از اینکه ایمان در حقیقت ارتباط انسان با الله رب العزت می باشه و این ارتباط الله رب العزت خودش برای ما و شما بیان میکنه که تو چگونه میتونی که با الله رب العزت ارتباط حاصل بکنی. پس قضیه ای که ما در رابطه با او انشاءالله و تعالی صحبت میکنیم و از جمله عناصر بسیار مهم در رابطه با ایمان شمرده میشه که اکثریت مسلمان های ما و شما کمترین مسائل در رابطه با او میدانه و او در حقیقت قضیه ایمان آوردن به قضا و قدر الهی میباشه. ایمان به قضا و قدر برادر اسلام متوجه باشین که عنصر اساسی از عناصر ایمان ما و شما هست. با کمال تاسف از خلال تجاربی که ما داریم من حیث ازی که در پانتون درس میتیم و با محصلین سر کار داریم و شک نیست که این محصلین هم از جامعه ما و شما هست دیگه، از خانواده ما و شما هست، اولاد ما و شما میباشه، پس از خلال از این ارزیابی که در رابطه با ایمان با قضا و قدر از محصلین در سطح نهادهای اکادمیک صورت میگیره، یعنی شما باور بگین که 85-90% محصلین اصلا نمیفهمن که ما چگونه با قضا و قدر ایمان داشته باشیم. پس این را با قیاس بکنیم به یک جامعه خود دیگه،
که جامعه هم در حقیقت اینمی افراد هستند که قضایای ایمان، قضایای عقیده را به میراث گرفتند، به میراث گرفتند، تحقیق نکردند، در خانواده مسلمان پیدا شدند، کلمه شهادت به زبانشان القا گردید، مسائل ابتدایی عقیده برایشان بیان شد و به اون مسائل ابتدایی اکتفا کردند، دیگه در رابطه با عناصر ایمان اصلا تحقیقات انجام ندادند، نظر و استدلال را بیان نکردند. پس به این خاطر است که امروز که در حقیقت اعمال ضعیفی که ما در امت مشاهده میکنیم، این اعمال ضعیف در حقیقت خودش دلالت به ایمانهای ضعیف میکنه. و ایمان چی وقت ضعیف میشه؟ هر زمان که سر ایمان کار نشه برادر اسلام. درخت چی وقت خشک میشه؟ فصل و زرع چی وقت پژمرده میشه؟ هر زمانی که باغبان سرش کار نکرد دیگه، آبش نداد، خشاویش نکرد، آخشبوریش نکرد، غمش نخورد، شک نیست که خشک میشه و از بین میره. بس متوجه باشین قضیه ایمان هم در حقیقت اینمی قضیه یک درخت است، درختی که ریشه داره، درختی که ثمر داره، درختی که تن نداره، درختی که سایه داره. چی وقت؟ هر زمانی که در رابطه با این درخت دیگه ما غمش بخوریم دیگه، ریشش آب بتیم، شاخچه بریش بکنیم، شبهات و تردیداتی که وارد میشه ردش بکنیم، با استدلالات قوی او را مستحکم بسازیم. ولیکن هر زمانی که ما با مجرد ایمان اکتفا کردیم، پس متوجه باشین که باز اینمی ایمان در حیات زندگی ما شما تأثیر نمی داشته باشه. از کل عناصر ایمان شک نیست که الحمله که مؤمن و مسلمان در رابطه با ایمان به الله رب العزت چیز میزه میفهمه دیگه، در رابطه با انبیاء علیه السلام کم و بیش معلومات داره، کتاب های آسمانی را حقلا میفهمه که چند کتاب آسمانی الله رب العزت نامش در قرآن و در سنت پیغمبر برای ما گرفته. یعنی هر چیزی که ما از خلال تجارب خود در رابطه با این مسئله بحث کردگیستم، دو علت اساسی را ما پیدا کردیم. یک علت اساسی است که قضای ایمان با قضا و قدر در عناصر ایمان از جمله ششمین عنصر هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلام برای ما بیان میکنن. یعنی زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلام از مسئله ایمان پرسان شدن، پیغمبر صلی الله علیه و سلام شش عنصر من حیث عناصر ایمان برای ما شما بیان کردن. و در عنصر ششمشان بیان کردن که بل قدر خیره و شره، یعنی ایمان با تقدیر و با تعیین اندازه خیر و شر که از جانب الله جل جلاله می باشه. پس قضیه ایمان با تقدیر و قضا و قدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عنصر ششم از عناصر ایمان بیان کردن. خب این چی علت است که ضعف درست فهم درست از این عنصر در ما و شما پیدا شده؟ علت چیز برادر اسلام که هر زمانی که ما در رابطه با قضایای ایمان صحبت میکنیم، ما از قضیه ایمان به الله جل جلاله آغاز میکنیم و همه تا آستا آستا میاییم و فرصت اصلا به این عنصر میسر نمیشه که اگر ما کدام به اصلا دوره تدریسی داشتیم، کدام دوره تعلیمی داشتیم، کدام کانفرانس داشتیم، کدام سمینار داشتیم که در رابطه با قضایای ایمان صحبت صورت میگرفت، چون قضیه ایمان و قضا با قضا و قدر در عنصر ششم هست، پس به این خاطر هیچ وقت حق از این عنصر در رابطه با آن چیزی که ما بیان بکنیم، حقش هیچ وقت برای ما و شما ثابت نمیشه. از حقش که ثابت نشد، پس شک نیست که ما هم سلام در رابطه با این مسئله ما و شما به دست میاریم. یکی هم علت ایست برادر اسلام که قضیه ایمان با قضا و قدر از جمله اولین مسائل و جمله اولین قضایای بود که اختلاف در امت ایجاد کرد، یعنی اولین مسائل که اختلاف در امت ایجاد کرد بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم و حتی در عصر و زمان خلفای راشدین، یعنی قبل از اینکه عصر و زمان خلفای راشدین به پایان برسه، از جمله قضایایی که مردم در او اختلاف کردند و این اختلاف منجر به تفرقه بین امت گشت، یکی همین قضیه ایمان با قضا و قدر بود.
و برداشت های نادرست از ایمان به قضا و قدر بالاخره امت متفرق و پارچه پارچه کرد. پس این مسئله منجر به چی شد؟ این مسئله منجر به این شد که تا علما ما و شما را بر حذر بکنن، آگاهی بدن و بگن که در مسائل قضا و قدر نپیچین، به جهت از اینکه نمی قسم امت های گذشته در ابتدا امت متفرق شد، به نمی قسم شما هم تفرق حاصل میکنین. و هر زمانی که ما در یک قضایا میپیچیم، پیچیدن در یک قضایا بالاخره ما شما را به طرف گمراهی و انحراف سوق میده. بس یک تعداد علما اصلا اجازه ندادند که در رابطه با این مسائل بحث و تحقیق صورت بگیره، در رابطه با این مسائل گفتگوها صورت بگیره. پس مردم ترسیدن دیگه، حالا به جهت از اینکه ما در دلالت گمراهی فرو نریم، به جهت از اینکه ما به اسلام منحرف نشیم، پس این قضیه از جمله قضیه خطرناکی سیر دست نزنه. مثل که ما شما در یکان جای میری میگه خطرناک است، یکان جای برق باشه دیگه باشه، میگه دست تا پیش نکو. قضا ایمان و قضا و قدر همه یک چیز شده. در اینجا پیش نبید، در اینجا دست نزن، در این مسئلت بس ایمان بیار دست نزن، بس که دست نزن اونم اونجا شیطان به راه های مختلف باز برای موتو باز میکن. بر خلما بر ما میگن که بحث و تحقیق در رابطه با قضیه ایمان و قضا و قدر مانند دیدن انسان به طرف آفتاب است. حالا شما برای ما بگین که آیا ما میتونیم که با می چشم مجرد خود بدون از اینکه کدام وسایل در راست نه مستقیم به طرف آفتاب نظر اندازی بکنیم و آفتاب مشاهده بکنیم؟ هر قدر که به طرف آفتاب تو به این شکل مشاهده بکنی، به مو اندازه حیرتت و به مو اندازه پریشانیت، چیز نمیفهمی، چیز را درک نمیکنی. پس در این قضیه هر قدر که تو بحث بکنی متوجه باشی به کدام مسئله نمیرسی. و حتی برخی از علما تحقیق در رابطه با این و بحث و گفتگو در رابطه با این مسائل قضا و قدر برای ما شما منع قرار دادن و گفتن که هر کسی که در رابطه با این قضایا بحث میکنه و تحقیق میکنه و شک نیست که راهی دلالت و گمراهی و انحراف خود باز میکنه، چرا کسانی که در این قضایا بحث کردن در صدر امت اونا کسایی بودن که تفرق کردن و از امت چی شدن؟ جدا شدن. پس کل از این قضایا و علل و اسباب مختلف از یک جانبی که ما بیان کردیم و از جانب دیگر عدم توجه ما و شما در رابطه با بحث و تحقیق در عناصر ایمان و خود ما هم تنبل شدیم دیگه، با مو ایمانی که از مادر کلان خود، مادر کلان خود، بی بی خود در خانه گرفتیم در اونم اکتفا کردیم دیگه. زمانی که کلان شدیم بی بی ما برگو بچیم تو مسلمان هستی، خدا پیدایت کرده، خالق تو به الله هست، پیغمبرا هست، کتاب ها هست، بعد دمو اکتفا کردیم، قضا و قدر ایمان بیار. ولیکن زمانی که جوان شدیم، عاقل شدیم، بالغ شدیم، صاحب هر چیز به طرف خود به اصلاح خواستیم که کار بکنیم، پول پیدا بکنیم، زن بگیریم، اولاد بگیریم، خانه پیدا بکنیم، همه از این کارا را کردیم. ولیکن هیچ یک ما در رابطه با این تحقیق نکردیم، خب همین خدا که مرا پیدا کرده چرا پیدا کرده؟ همین کتاب که خدا نازل کرده که من ایمان دارم که همین قرآن کتاب الله است، چرا نازلش کرده؟ بس این همین تحقیق نکردیم دیگه، در اونمو ایمان خانوادگی خود اکتفا کردیم. پس اکتفا به او ایمان خانوادگی که ما از بی بی خود گرفتیم، از عمه خود گرفتیم، بس از برادر کلان یا خواهر کلان آمد برای ما سبی چیزا رو بیان کرد، میفهمی که مثال از او چی هست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهترین یک مثال میده برادر اسلام، و این مثال برها مستر از این منبر گفتم و باز هم تکراراً میگمش که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماین که الایمان یخلق فی جوف احدکم، الایمان یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فی جسمکم او بدنکم او کما قال علیه الصلاة والسلام. ایمان در قلب شما کهنه میشه مانند که لباس در تن شما کهنه میشه. ایمان در قلب شما کهنه میشه مانند که لباس در تن تو چی میشه؟ کهنه میشه. اینمی ایمانی که ما در خانواده از بی بی خود، از مادر کلان خود، از یکی خود به اصطلاح گرفتیم و فعلا به اونمو ایمان ما زندگی میکنیم. یعنی شما باور بکنید که مثال از این اونمو مثال هست که ما فعلا بگیریم و از امو کالایی که ما در 4 سالگی و 5 سالگی و 6 سالگی میپوشیدیم او کالای 6 سالگی خود آل بپوشیم. ولی تو بگی کالای 6 سالگی تنها بازوی ما را پت کرده میتونه، این کالای 6 سالگی تنها گردن ما را پت کرده میتونه،
اونا بو قسم یک مسئله است برادر هستم. اونا بو قسم که کلاه 7 سالگی و 8 سالگی امروز نمیتونه که تن مرا پوت بکنه. نمیتونه که عورت ما بپوشانه. نمیتونه که از گرمی و سردی مرا دفع بکنه. با یقین بدانید که ایمانی که ما در اون مرحله یاد گرفتیم اون ایمان هیچ وقت نمیتونه که در این مرحله ما شما را چی بکنه؟ نگاه بکنه و ما شما را ارشاد و راهنمایی بکنه. و در ایام طفولیت ایمان عقیده مطابق از اون مرحله. و زمانی که ما و تو جوان میشیم ایمان و عقیده مطابق مرحله جوانی. و زمانی که ما مسن میشیم اولاد پیدا میکنیم مطابق ازو باید عیار شود. و زمانی که ما در سن پیری میرسیم باید که ایمان مطابق ازو بسته عیار شود. پس ایمان هم کار داره برادر اسلام، عقیده هم کار داره. تو کمی قسم به خاطر لباست که کمک وری تنگ شوه سای میری سای لباس دیگه میپوشی، کمک وری چرک شوه میری میشویش، کمک وری پاره شوه میری میدوزیش. قسم به خداست که ایمان به مراتب بشلا متغیر و متحول است از کالای موتو کرده. ایمان در هر ثانیه در هر لحظه قابل تحویل داره، قابل تغییر داره. می حد خطرناک است برادر است و اینا باید موتو متوجه باشیم. پس به همین اساس از یک جانب علما در رابطه با مسئله ایمان به قضا و قدر ما شما را برحذر کردن و علت برحذر کردن علما این نبوده که ما در رابطه با این بحث تحقیق نکنیم، بلکه علت از این که علما ما را از بحث به این قضیه منع کردن علت این بوده که تا ما با این قضیه راه انحراف و دلالت و گمراهی را پیش نگیریم مثل که امتهای گذشته پیش گرفته. و علت دومش هم که موضوع در رابطه با این تحقیق نکردیم. پس به این خاطر خواستم که الحمدلله انشاءالله و تعالی ما شما در این خطبه هایی که پیش روی داریم و الله رب العزت ما شما را حیات بده و زندگی بده مفصلا در رابطه با این قضیه ما شما صحبت بکنیم و مفصلا صحبت ما در رابطه با این قضیه با استناد از آن چیزی که قرآن و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه. ایمان بحث و گفتگو در رابطه با ایمان به قضا و قدر چی وقت ما شما را به طرف انحراف میبره؟ چی وقت ما شما را به طرف دلالت و گمراهی سوق میده؟ هر زمانی که ما در رابطه با قضایای ایمان به قضا و قدر توسط عقل خود، توسط برداشت خود ما تو بحث میکنیم. هر زمانی که ما توسط عقل و برداشت خود در رابطه با این قضیه بحث کردیم متوجه باشین که شک نیست که قضیه ما شما را به طرف دلالت گمراهی سوق میده، مثل که گروه های کلامی را مانند قدریه ها و جبریه ها و معتزله و خوارج و دیگه و دیگه را که به طرف دلالت گمراهی هر کدامش سوق داد به نمی قسم موتور هم سوق میده. چرا؟ هر زمانی که قضیه را ما توسط عقل خود خواستیم که بررسی بکنیم. قضیه ایمان به قضا و قدر متوجه باشین که هیچ وقت عقل ما توانایی از این نداره که ما در رابطه با این قضیه توسط عقل خود بحث بکنیم و گفتگو بررسی بکنیم. خب چرا؟ علت چی هست؟ علت ایست که ایمان به قضا و قدر یک امر غیبی هست برادر اسلام. و علما این را بر ما میگن که قضایای غیبی آن چیزی که توسط قرآن و توسط سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده و از نظر موتو غیب است و ما به این قضایا ایمان داریم ولی که ندیدیمش و مشاهدهش نکردیم. پس در این قسم قضایا متوجه باشین که ما هیچ وقت در رابطه با این قضایا توسط عقل خود ما بحث و گفتگو کرده نمیتانیم. چرا؟ این قضایایی هست که توسط وحی سماوی برای ما شما ثابت شده. قضایایی که توسط وحی سماوی ثابت شده باشه متوجه باشین که باز عقل دیگه توانایی از این نداره که در رابطه با او بره و بحث کنه و گفته کنه. نه، این قضایا قضایایی هست خلاص. جنت وجود داره یا نداره برادر اسلام؟ جهنم وجود داره یا نداره؟ شک نیست که همه میگیم داره. خب جنت چگونه باشه؟ این جهنم چی گونه باشه؟ شک نیست که پروردگار الان وصف جنت و جهنم هر دو رو در قرآن بر ما کرده. در رابطه با وصف جنت بر ما میگه تجری من تحت هل انهار. حالا تو عقل تا با کار بنداز و بگه که امی نرهای در دریاهای جنت چی گونه باشه. بگه که عقل تیره برای تو ثابت کرده میتونه. و غیر از اینکه دریاها و نرهای جنت هم به نرهای دریاهای دنیای قیاس بکنی در حالی که او دنیا به این دنیا اصلا قابل قیاس نیست برادر است.
در رابطه با جهنم گفته که آتش است، عذاب است. حالا تو عقلت در رابطه با این به کار بنداز، آیا عقل تو میتونه که درک بکنه که چگونه آتش و چگونه عذاب؟ هر قدر که فکر بکنی عقلت اصلا نمیتونه. پس متوجه باشین که قضیه ایمان به قضا و قدر هم یک قضیه غیبی هست برادر اسلام. پس مادامی که قضیه غیبی هست، پس متوجه باشین که ما توسط عقل خود نمیتونیم که در رابطه با این قضیه بحث بکنیم. در رابطه با قضایای غیبی متوجه باشین که یگانه راه فهم درست قضایای غیبی، یگانه راه درست از فقط و فقط وحی سماوی میباشه و بس. و بغیر از وحی سماوی و هر رای دیگره که در رابطه با این قضایا گرفتی، بغیر از دلالت و گمراهی و انحراف کدام چیز دیگه برایت میسر نمیشه. خب چرا قضیه قضا و قدر یک امر غیبی است؟ بجهت از اینکه در اصل خود ایمان به قضا و قدر اگر ما نظر اندازی بکنیم، متوجه باشیم که قضیه ایمان به قضا و قدر این ارتباط مستقیم با افعال الله رب العزت داره، افعال الله رب العزت داره و ارتباط مستقیم با توحید ربوبیت داره. در رابطه با مسائل الهیات الحمد صحبت های مفصل کردیم، الله رب العزت از ما قبول بکنه و خدا کنه که یادتان باشه و یادتان نرفته باشه. ما در رابطه با مسائل ایمان به الله جل جلاله زمانی که صحبت میکردیم، متوجه باشین که ایمان به الله رب العزت از ما چند چیز اساسی تقاضا میکنه برادر هستم. اول ای که ما به وجود الله رب العزت ایمان کامل داشته باشیم. الله را ندیدیم دیگه و ندیده میتونیمش، ولیکن با وجودش یقین کامل داریم. با وحدانیت و یگانگی الله رب العزت ایمان و عقیده کامل داشته باشیم. آن چیزی که اسما و صفات الله رب العزت است و این اسما و صفات الله در قرآن برای ما ذکر کرده، در سنت پیغمبر برای ما بیان کرده، با هر یکی از اینها باید که ما تو ایمان کامل داشته باشیم. و چهارمین قضیه که در رابطه با ایمان به الله جل جلاله از ما تقاضا میکنه، به افعال الله رب العزت ما و شما ایمان داشته باشیم. خب یک نفر پرسامی که افعال الله یعنی چی؟ افعال الله این سهل کدگه؟ ای زمین، ای آسمان، ای انسان، ای حیوان، ای نبات، ای حجر، ای شجر، همه آن چیزی که ما مشاهده میکنیم، ای در حقیقت افعال الله رب العزت است که ما میبینیم. پس معرفت و شناخت ما با الله رب العزت از خلال نمی افعال الله رب العزت است که خلق میکنه و پیدا میکنه و ما را میبینه، ما را مشاهده میکنه و برای ما میگه که ای بنده بیبی و با عظمت پروردگارت پای ببر. پس نمی قضیه ایمان با قضا و قدر متوجه باشین که ارتباط مستقیم با بود افعال الله رب العزت داره و افعال الله رب العزت در تحت توحید ربوبیت داخل میشه برادر استم. و توحید ربوبیت براتون گفته بودم که توحید هست که متعلق به دو چیز میشه، یکی توحید ذات الله و یکی توحید افعال الله. الله را که ما میگیم واحد و یگانه هست، الله تنها در ذاتش واحد و یگانه نیست، بلکه الله در ذاتش واحد هست، در اسمایش واحد هست، در صفاتش واحد هست، در افعالش واحد هست، در همه از این چیزا الله واحد است، یگانه هست، مثل و مانند و شریک در هیچ چیز خود نداره. پس قضیه ایمان به قضا و قدر در تحت توحید ربوبیت داخل میشه و در تحت ربوبیت که ما دو نوع توحید داریم، که یکی توحید ذات الله هست که ذات الله مبرا و مقدس از همه آن چیز هست که در او نقص و عیب و کمی و کاستی میباشه، و نوع دومش توحید افعال الله رب العزت است که الله در افعال خود واحد است، یگانه هست، مثل مانند نداره. و اینمی قضیه ایمان به قضا و قدر متوجه باشن که در تحت توحید ربوبیت، در تحت افعال الله رب العزت داخل میشه. و شک نیست که قضیه افعال الله رب العزت قضیه غیبی هست دیگه. این قسمی که قضیه ایمان به خود الله جل جلاله قضیه غیبی هست و ما به غیب ایمان داریم و ما هیچ وقت نمیتونیم که غیب توسط عقل خود تصور بکنیم، بلکه آن چیزی که ما از الله رب العزت میدانیم کلش از طریق نمی وحی سماوی هست که الله رب العزت برای انبیاء علیه السلام نازل کرده و اونا را مکلف کرده که برای ما شما برسانه. و ما آن چیزی که از الله رب العزت میدانیم در حقیقت نمی قرآن و نمی سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پس به می خاطر قضیه ایمان به قضا و قدر هم چون یک قضیه غیبی هست برادر اسلام، و در قضایای غیبی عقل ما مداخله کرده نمیتونه،
عقل ما حدودش برادر اسلام اینمی جهان و کائنات است که الله رب العزت پیدا کرده و خلق کرده. هر آن چیزی که ما توسط عقل خود درک میکنیم از خلال تجاربی هست که نظمی جهان و کائنات میبینیم دیگه. ولیکن ما یک سری قضایای دیگه داریم که ما ورای از این جهان و کائنات است. پس ما ورای از این جهان و کائنات متوجه باشیم که عقل توانایی درک از او را نداره، عقل توانایی بحث و گفتگو در رابطه با او را نداره. خب عقل که تواناییش نداره پس چاره چیست؟ پس چاره ایست که الله رب العزت نبی و پیغمبر را مکلف می سازه، برای نبی و پیغمبر از او جهان ما ورای طبیعت برای ما تو خبر می ته و ما و شما را به او مکلف می سازه. و ممی خاطر است که یکی از مهمترین وظایف انبیاء علیه السلام که قرآن مجید برای ما بیان می کنه و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون، تعلیم می ته شما را آن چیزی که شما اصلا در رابطه با او چیز نمی فهمید. نه، قضایای غیبی هست دیگه. پس مشکلاتی که مردم در رابطه با مسئله قضا و قدر و بحث و گفتگو در رابطه با او پیدا کردن و این منجر به ایشده که علما موتور منع بکنه که در رابطه با این قضیه بحث نکنین و ما هم خودم شخصا منع میکنم، و در حقیقت چی هست؟ بحث و گفتگو در رابطه با قضایای ایمان به قضا و قدر که بحث عقلی باشه برادر اسلام، توسط عقل خود، توسط برداشتهای خود، توسط عادات و تجارب خود ما در رابطه با مسائل قضا و قدر بیاییم چی کنیم؟ بحث بکنیم. متوجه باشیم که بحث نادرست، بحث ناجایز، بحثی که ما و شما را به طرف دلالت و گمراهی میکشانه، قسمی که گروه های کلامی را کشانده بود. اما اگر ما در رابطه با قضیه ایمان به قضا و قدر با استناد به آیات قرآن مجید، با استناد به احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم در رابطه با ما و شما بحث میکنیم، گفتگو میکنیم و طریقه ایمان خود به قضا و قدر میفهمیم و بعد از اون میفهمیم که ایمان آوردن به قضا و قدر از ما چی تقاضا میکنه، ما به قضا و قدر چی گونه ایمان داشته باشم، امی قضا و قدر خودش چی را میگن و ارتباط از این قضا و قدر با اعمال و افعال ما انسان چی هست، با این جهان کائنات چی هست. پس متوجه باشین که کل از این قضایای هست که قرآن مجید، احادیث پیغمبر، آثار صحابه یک یکی را برای ما شما بیان کرده، امت بالای از او اجماع کرده، ایمان آوردن بالای از او واجب می باشه، انکار از این مسائل کفر شمرده می شه. چرا که این مسائل ما تو انکار بکنیم یعنی به این معنی که ما یک جزء از توحید الله رب العزت انکار کردیم. و او حقیقت توحید در چی است؟ توحید در افعال الله رب العزت می باشه. از همین خاطر خواستیم برادر اسلام که از خلال آن چیزی که آیات قرآن مجید و احادیث متبرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در رابطه با ایمان به قضا و قدر برای ما شما بیان میکنه و کیفیت ایمان آوردن به این مسائل و تقاضای ایمان آوردن به قضا و قدر از ما و تو مسلمانه و یکی قضا و قدر با ما چی ارتباط داره، با این جهان چی ارتباط داره و ما به او چگونه ایمان داشته باشم، کل از این قضایایی است که الحمدلله علما در رابطه با این بحثای مفصل کردن. کتاب های علم عقیده الحمله در رابطه با این بحثای بسیار خوب کردگیستند که هر زمانی که ما اگر در این کتاب ها مراجعه بکنیم شک نیست که علما از خلال آیات قرآن مجید و احادیث پیغمبری را بیان کردن دیگه. حالا خیلی در رابطه با ایمان به قضا و قدر که بحث صورت نگیره دیگه، حالا ما نفهم که ایمان به قضا و قدر یعنی چی، حالا ما چرا به ایمان به قضا و قدر داشته باشم، ایمان به قضا و قدر از ما چه تقاضا میکنه، پس از ایمان ما داشتن چه فایده دیگه؟ تنهایی نیست که ایمان به قضا و قدر داریم خلاص نفهمی که یعنی چی قضا و قدر. کلمه قضا و قدر در رابطه با اول در رابطه با تعریفش صحبت میکنیم برادر استم. کلمه قضا و قدر چی را میگن؟ قضا و قدر چی را میگن؟ وجهت از اینکه امروز اکثریت ما شما میخواد قضا و قدر را برداشت نادرست کرده گیستیم. آن چیزی که تعبیرات در بین ما و شما مروج است در رابطه با تعبیر از قضا و قدره که ما میگیم، تعبیراتی که امروز در بین ما و شما مروج است برادر اسلام اصطلاح نصیب و قسمت است. همین هر کس که اصطلاح نصیب و قسمت بیان میکنه این همی اصطلاح نصیب و قسمت در حقیقت اون همی اصطلاح قضا و قدر است که ما به زبان عربی میگیم نصیب و قسمت. امروز ببینید که اکثریت امور خود ما سر نصیب و قسمت گذاشته گیستیم، اعمال زشت خود، اعمال بد خود، به اسلام عایب خود نسبت شما تیم میدیم ولی سری نصیب و قسمت میدیم. کلمه قضا و کلمه قدر دو کلمه است برادر اسلام.
هر زمانی که قضا و قدر هر دو با هم یک جای من حیث کلمه مرکب ذکر شوه، متوجه باشین که هر کدام از اونها از خود معانی مختلف داره. قضا یک معنا را افاده میکنه و قدر معنای دیگر را افاده میکنه. و هر زمانی که قضا و قدر هر کدامشان به صورت مستقل ذکر شوه، مستقلانه ذکر شوه، بس هر کدامشان میتونه که یکی معنای دیگر را چی بکنه؟ افاده بکنه. یعنی به ایمانا که اگر ما قدر تنها ذکر بکنیم، قدر هم معنای قدر میتا و هم معنای قضا را افاده میکنه. و اگر ما قضا تنها به صورت مستقل استفادهش بکنیم، هم معنای قضا را میتا و هم معنای قدر هر دوش در بر میگیره. اما زمانی که ما قضا و قدر من حیث کلمه مرکب میگیم، باز متوجه باشین که هر کدام از اینها از خود معنای مستقل و اصطلاح مستقل میباشن. قضا در زبان عربی به معنی مختلف میآید، برادر اسلام. به معنای حکم میآید، به معنای فیصله میآید، به معنای خلق کردن میآید. به معانی مختلف کلمه قضا برای ما شما چی میکنه؟ افاده میکنه. مثل که ما میگیم قضا، قاضی که مثلا قاضی چی میکنه؟ همین قاضی کارش چی هست؟ همین قاضی کارش فیصله کردن است دیگه. فیصله میکنه. قاضی کارش چی هست؟ حکم میکنه. حکم صادر میکنه. مطابق معنای فلانی و چطور و چطور حکم صورت گرفت که بجلا فلانی مجرم فلانه. بس. پس قضا به معنای حکم، به معنای فیصله، و همچنان قضا در قرآن مجید به معنای خلق و پیدا کردن هم معنا میده. مثل که الله رب العزت در رابطه با آسمان و زمین میفرماید، در رابطه با آسمان که فقضاهن سبع سماوات، بعد از الله رب العزت آسمان پیدا کرد، فقضاهن خلقشان کرد، هفت آسمان و هفت طبقه. پس قضا به معنای حکم، به معنای فیصله و همچنان به معنای خلق و پیدا کردن معنا میده. خب قدر چی را میگن؟ شک نیست که در رابطه با قدر ما شما در شبهای لیلت القدر صحبت کردیم. اون همو قدر است. قدر همو قدر است. ولیکن قدر هم در حقیقت کلمه هست که معانی مختلف برای ما شما افاده میکنه و هر معنای از این مطابق سیاق برای ما شما معلوم میشه. سیاق جمله زمانی که ما شما مطالعه میکنیم، سیاق جمله برای ما شما بیان میکنه که اینمی قدر در اینمی سیاق جمله به کدام معنا میباشه. اما اگر خود کلمه قدر ما در زبان عربی و در قوامیس زبان عربی مراجعه بکنیم، متوجه باشین که خود کلمه قدر در زبان عربی معانی مختلف برای ما بیان میکنه. قدر به معنای ارزش و قیمت میشه. قدر به معنای اندازه و تعیین میآید. قدر به معنای تنگ شدن میآید. و این معانی است که معانی قدر برای ما چی میکنه؟ بیان میکنه. تعیین و اندازه، قدر و منزلت، تنگی و ضیقی، کل از این به معنای چیز؟ به معنای قدر معنا میده. خب آن چیزی که ما در قضا و قدر میگیم، در قضا و قدر کدام معنا مورد است؟ شکل نیست که زمانی که در قضا و قدر میگیم، در قضا و قدر معنایش در حقیقت عبارت از تعیین و اندازه میباشد. تعیین و اندازه، تعیین و اندازه. پس ما یکی ما قضا داریم و یکی ما قدر داریم. قضا به معنای حکم و فیصله و قدر به معنای تعیین و اندازه. تعیین و اندازه. خب هر زمانی که هر دو کلمه را ما یک جای میسازیم، امی مراد از قضا و قدر چیست؟ قبل از اینکه ما در رابطه با مراد به قضا و قدر براتان صحبت بکنم، امروز برداشت اکثریت مسلمان های ما، برداشت اکثریت مسلمان های ما را در رابطه با قضا و قدر براتان بیان میکنم، که از اکثریت مسلمان های ما تو که امروز پرسام میکنم قضا و قدر یعنی چی؟ اکثریت ما به این ذهنیت هستیم که گویا قضا و قدر تنها متعلق به اینمی موتو انسان است و بس. در حالی که مسئله قضا و قدر تنها منحصر به ما انسان نمیشه، قضیه ایمان به قضا و قدر متعلق به تمام جهان و کائنات و به ذره ذره جهان و کائنات صورت میگیره، برادر اسلام. پس قضیه ایمان به قضا و قدر اکثریت ما و شما ایتا فکر میکنی که متعلق به ما هست دیگه، متعلق به ما انسان ها هست و خاصتا به افعال و اعمالی که ما تو چی میکنیم انجام میتیم. نه، ایمان با قضا و قدر تنها متعلق به ما تو نه، به افعال ما تو نه، بلکه ایمان با قضا و قدر در حقیقت در برگیرنده تمام جهان و کائنات از ذره ذرهش آن چیزی که بوده و هست و میباشه، کل ازی در تحت قضا و قدر الله رب العزت چی میشه؟ داخل میشه.
پس قضا گفتیم حکم و فیصله و قدر گفتیم تعیین و اندازه. خب آل هر دو کلمه را که ما یک جای میکنیم، پس مراد از این قضا و قدره که ما میگیم و ما به او ایمان میداشته باشیم، پس مراد از این قضا و قدر چی هست برادر اسلام؟ مراد از این قضا و قدره که ما به او ایمان داشته باشیم ایست برادر اسلام، که هر انسان مؤمن و مسلمان به این یقین کامل داشته باشه که هر آن چیزی که ما در جهان کائنات مشاهده میکنیم، از آسمان و آن چیزی که در آسمان است و از زمین و آن چیزی که در زمین هست، هر آن چیزی که ما مشاهده میکنیم، متوجه باشید که الله رب العزت تمام آن چیزی که ما امروز میبینیم و بوده و هست و میباشه، همه از این چیزها را الله رب العزت قبل از قبل تعیین کرده، اندازه کرده، تعیین کرده و اندازه کرده. قبل از اینکه زمین و آسمان باشه، قبل از اینکه جهان و کائنات باشه، قبل از اینکه انسان باشه، قبل از اینکه بشر این دنیا باشه، الله رب العزت همه از این چی کرده؟ اندازه کرده و تعیین کرده. و بعد از اینکه الله رب العزت اندازه و کرده و تعیین کرده، بعد از اون مطابق آن چیزی که الله رب العزت در ازل تعیین کرده بود، اندازه کرده بود، مطابق و نظم و تعیین و اندازه الله رب العزت، هر آن چیزی که ما در جهان کائنات مشاهده میکنیم، حکم و فیصله الله رب العزت چی میشه؟ تنفیذ میشه. پس یکی تعیینات الله رب العزت است و یکی حکم و فیصله الله رب العزت است. الله رب العزت در رابطه با این جهان کائنات تعیین و اندازه شکرت و بعد از او مطابق آن چیزی که الله رب العزت تعیین و اندازه کرده بود، مطابق از او حکم و فیصله الله رب العزت چی میشه؟ تنفیذ میشه. قدر تعیین و اندازه ازلی را میگن و قضا در حقیقت مو حکم و فیصله الله رب العزت است که مطابق تعیین ازلی الله رب العزت چی میشه؟ صورت میگیره. خب قدر چرا میگیم برادر اسلام؟ ببینین الله رب العزت زمانی که ما شما را به ایمان آوردن به قضا و قدر مکلف میسازه، یکی از علل و اسباب ایمان آوردن به قضا و قدر است برادر اسلام که ما انسان مؤمن و مسلمان به این ایمان کامل داشته باشیم و الحمدلله همه ما ایمان داریم برادر اسلام. یعنی باور بکنید که ایمانی که الحمدلله امروز ما و تو داریم، ایمانی که بچه 12 ساله و 13 ساله ما و شما داره، قسم به خداست که نمی ایمان و نمی عقیده به نزد بزرگترین فلاسفه جهان که امروز مردم به نامهای از اونها افتخار میکنند، مانند افلاطون و سقراط و دیگه متوجه باشین که نمی انگیزه ها در اونها وجود نداشت. امروز اگر بچه 13 ساله انسان مؤمن و مسلمان پرسان بکنید در رابطه با نمی جهان و کائنات که بچه می نمی جهان و کائنات یعنی چی؟ این بچه 13 ساله میبره تو میگه که اینمی جهان و کائنات یک جهان فانی است، اینمی جهان نبوده، الله پیدایش کرده و دوباره الله نیستش میکنه. سبحان الله، این قضیه هست که عقول بزرگترین فلاسفه ای که نامهایشان روز به تاریخ نوشته شده است، عقول از اونها نتانستن که اینمی قضیه را چی بکنن؟ برای ما شما ثابت بسازن. پس به می خاطر ما گفتم که ایمان به قضا و قدر یک قضیه غیبی هست. اگر عقل انسان میتونست که قضیه را بررسی بکنه، پس عقل از این فلاسفه باید که برای ما تو بیان میکرد که نمی جهان کائنات فانی بودن نبوده، اصلا وجود نداشته، الله رب العزت خلقش کرده و پیدا کرده و الله رب العزت دوباره فانیش میکنه. شما باور بکنید که فلاسفه اینمی ایمان عقیده را ندارند و عقلشان اینمی را ثابت کرده نتانسته. یکی از وجوهی که علما فلاسفه را کافر میگن و کفرشان برای ما بیان میکنن، یکی همین می قضیه دنیا و قضیه جهان میباشه. اکثریت فلاسفه در رابطه با قضیه جهان و کائنات به این عقیده هستن برادرشم که جهان و کائنات ازلی و ابدی هست. ازلی و ابدی و چی معنا؟ یعنی به این معنا که در ازل بوده و تا ابد هست و اینمی جهان و کائنات هست و این جهان و کائنات اصلا از بین نمیره. زمانی که در قضیه ایمان به قضا و قدر، الله رب العزت این مسئله را برای ما تو واضح میسازه و روشن میسازه که ای بنده ای که به الله ایمان داری و ای یقین کامل داشته باش که نمی جهان و کائناتی که تو فعلا مشاهده میکنی از پدرت که به اصطلاح نسل تولش نه جهان و کائنات بوده، این از زمان آدم علیه السلام قبل از خلقت انسان. پس توی تو فکر نکن که جهان و کائنات ازلی بوده، نه، این جهان و کائنات اصلا وجود نداشته، یا آسمان و زمین اصلا وجود نداشته و انسان هایی که ما تو میبینیم و بوده و هست اصلا وجود نداشته، یک عدم محض بوده. پروردگار در ازل فیصله کرد، اندازه کرد، تعیین کرد و مطابق اندازه و تعیین خود جهان کائنات امروز به این شکل برای ما پیدا کرد. خب شاید درک از این قضیه کمک مشکل باشه، ولیکن اگر ما بخواییم که مسئله در مسائل فعلی خود یک کمک مقایسه بکنیم،
و شک نیست که الله رب العزت از این کلی مبرا و پاک می باشه. و این قسم صلاه الله رب العزت در قرآن از امشان هم بر ما می تبرزه به خاطر تقریب فهم آن چیزی که جهان غیب است. بسیاری انسان ها که قضیه زندشتن بعد از مرگ انکار میکنن، بسیاری انسان ها با کمال تعصب بگویم کافر خوبیز انکار میکنن، ملحد خوبیز اصلا عقیده نداره. امروز برخی مسلمان نماهای ما شما هم هست با کمال تعصب که در زبان مسلمان است و در قلب خود کافر میشون، ها هم قضیه زندشتن بعد از مرگ چی میکنن؟ انکار میکنن. میفهمین که علت انکارشون چیست؟ اونا زندشتن بعد از مرگ انسان توسط عقل خود ارزیابی میکنند. اگر توسط عقلت که ارزیابی کرده متوجه بشی که عقلت هیچ وقت مثلا این حکم برای تو فیصله نمیکنه که انسان بعد از مرگ چی شوه زنده شوه. قضیه زندگی بعد از مرگ یا قضیه غیبی هست. و میفهمی که دلیلشان چی است؟ خب میگه اگه می مرده زنده شوه، میگه مرده که مرد چرا کنم تاش زنده نشه؟ او برادر محترم ما که تو را میگه مرده زنده میشه، مرده در این دنیا زنده نمیشه، مرده در یک جهان دیگه که الله رب العزت. قضیه غیبی است. و در آدم اینمی انسان ها متوجه باشه قرآن مجید بسیار خوب یک مثال میده، در حالی که الله رب العزت از این مبرا مقدس منزه و پاک میباشه، ولیکن به خاطر تقریب فهم از این مسئله الله رب العزت بهترین مثال بر ما میده. و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو اهون علیه. و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو اهون علیه. الله ذاتی هست که بار اول مخلوقات پیدا کرد و بار دوباره هم اونا را چی میکنه؟ پیدا میکنه. و پیدا کردن دوباره برایش آسانتر است دیگه، پیدا کردن دوباره برای از او آسانتر می، در حالی که در رابطه با الله رب العزت کدام چیز آسانی و سختی ما نداریم. همه قضایا به نزد الله رب العزت قضیه کن فیکون است. آسانی و سختی به نسبت ما و تو هست برادر عزیزم. با چی معنا؟ حال تو بر ما بگی که ما یک خانه را از ابتدا آغاز بکنیم بسازیم، این بسیار مشکل است، یا ای که یک خانه هست و ترمیمش بکنیم و جورش بکنیم، کلامش آسان تر است. شک نیست که ترمیم آسان تر است از بنا کرده دیگه. پس الله رب العزت بر ما میگه که انسان بیبی کمی ترمیم و اعاده که است، این به مراتب آسان میباشه از ایجاد و از خلق کرده. پس الله رب العزت میگه ای انسان، تو که اصلا نبودی، اصلا نامی از تو نبود، نه گوشتی بودی، نه پوستی بودی، نه استخوانی بودی، هیچ چیز نبودی، الله رب العزت تو را پیدا کرد، گوشت هم داد، استخوان هم داد، همه چیز برای داد. آن الله قادر به این نیست که بسته استخوانهای مردی تو را دوباره زنده بکنه. آیا الله به این قادر نیست که بسته خاک تو را دوباره زنده بسازه؟ تو قبلا اصلا نبودی، الله پیدایت کرد. آنی که پیدایت کرد، دوباره پیدا کردنش کدام کار مشکل هست؟ بلکه آسان‌تر می باشه. پس به می خاطر در رابطه با این هم ما می خواهیم یک مثال براتون بتون که قضیه ایمان به قضا و قدر که ما میگیم که الله رب العزت در ازل قبل از اینکه جهان و کائنات باشه فیصله تعیین و اندازه را بر ما بیان کرد و بعد از او مطابق آن چیزی که الله تعیین و اندازه کرده فیصله های الهی در این جهان و کائنات صورت میگیره. به طور مثال برادر اسلام، همین زمانی که ما تو میخواهیم یک خانه بسازیم، یک ساختمان بسازیم، آیا امکان داره که می دفتن به اصلاح انجینیر بیایه و سای مواد بیایه رو دفتن به اصلاح در خواست ساختن خانه به اصلاح شروع بکنه؟ شک نیست که قبل از اینکه ما خانه بندازیم ما مثلا یک نقشه ای میاندازیم و بعد از اون مطابق از اون نقشه ما شما پیش میریم دیگه. اگر ما بخوایم به اصلاح خدا او روز بیاره که جهان اسلام به اصلاح با پای خود استاد شوه، خدا او روز بیاره که جهان اسلام در رابطه با دو فریضه ای که امروز در جهان اسلام به اصلاح از بین رفتگی است و نامی از او شنیدن میشه که دعوت و جهاد در راه الله است، خدا او روز بیاره که دولت های اسلامی صاحب این به اصلاح قضایا را شروع بکنه که عزت و سرفرازیشان به دستشان بیاید. حالا ما که بریم در یک جای جهاد بکنیم، یک دولت کفر به حساب اسلام دعوت بکنیم، آیا بدون از اینکه ما یک نقشه بندازیم میشه که به اسلام ترکایی بریم؟ نه، اولا پلان تا مندازی، نقشه تا مندازی و مطابق نقشه به اسلام میری چی میکنی؟ کار میکنی. پس متوجه به قضیه قضا و قدر هم اینمی قسم یک شکل است، ولیکن تعالی الله و عما یصفون، ولیکن الله رب العزت تزیب مراتب چی است؟ به مراتب بزرگ عظیم است. یعنی به ایمان که الله رب العزت نمی جهان و کائنات که ما هم میبینیم قبل از قبل الله رب العزت هر کدام از این را تعیین کرده، اندازه کرده، تقدیر کرده و بعد از الله رب العزت مطابق تعیین اندازه و تقدیر خود این جهان و کائنات چی کرده؟ خلق کرده. و به مخاطر زمانی که انجینیر صاحب نقشه را مندازه، اول نقشه را خوب به اسلام مندازه، دقیق مندازه و بعد از او میایم و ساحه را چی میکنه؟ تطبیق میکنه. و اینمی مسجد در ابتدا یک مفهوم ذهنی بود، اینمی یک شکل نداشت، مفهوم ذهنی بود. پس انجینیر آمد و اصلا
نقشهش انداخت و بالاخره برای ما آباد کرد و ما شما میبینه که به این شکل اسلام واسه چی شده پیدا شد. پس قضیه ایمان به قضا و قدر به این خاطر است که ما به یقین کامل داشته باشیم برادران که جهان کائنات اصلا وجود نداشته، خالق بوده، پروردگار بوده که نمی جهان کائنات به قدرت کامل خود به نمی شکل چی کرده خلق کرده و هر آن چیزی که الله رب العزت خلق کرده، هر آن چیزی که الله رب العزت خلق کرده برادر اسلام، از کوچکترین ذره در این جهان کائنات گرفته تا بزرگترین اجرام سماوی که حتی شاید نظام شمسی ما در شکم از او داخل شوه، متوجه باشین که هر یک از این الله رب العزت تقدیر کرده، اندازه کرده، تعیین کرده و در تعیین اندازه الله رب العزت کوچکترین تغییر رو نما نمیشه. پس متوجه باشین که الله رب العزت آن چیزی را که تعیین کرده و تقدیر کرده در تعیین و تقدیر الله رب العزت هیچ گونه اختلاف، هیچ گونه انحراف، هیچ گونه تعدیل در رابطه با هیچ نمیشه صورت نمیگیره. و متوجه باشین که آن چیزی که الله رب العزت در ازل تعیین کرده و اندازه کرده مطابق تعیین و اندازه الله رب العزت هر چی صورت میگیره و کوچکترین تخلف نمیکنه. برخلاف ما انسان ها دیگه، چون انسان ها ما و شما انسان ها که هستیم، عقل ما قاصر است برادر، عقل ما کوتاه است. یک انجینیر یک نقشه را خوب میندازه، اما زمانی که دفعتا در ساحه میرسه متوجه یک اشتباه میشه، نقشه را تغییر میده، به یک شکل دیگه دورش میده، اما متوجه بشه که در رابطه با الله دیگه این ما چی نکنه نمیتونه تفکر کرده نمیتونه. انجینیر خودش من حیث انجینیر تنها نمیتونه که کل خانه را سر بندازه. انجینر نهایتا کاری که میکنه در یک ساختمانی که ما میسازیم چقدر نفر کار است برادر اسلام؟ چند قط ما و شما کار میکنیم؟ از ما که شما بهترتر میدانید. صاحب نجار داریم، گلکار داریم، فلزکار داریم، دیگه داریم، دیگه داریم، کل از اینها تا بالاخره که یک خانه به جایش میرسه دیگه. ولی که متوجه باشیم و قضیه الله رب العزت گونه نیست. الله رب العزت به قدرت کامله خودش به اصطلاح اندازه کرده و تعیین کرده و خودش به تنهایی خود بدون از اینکه شریک داشته باشه و معاون داشته باشه همه از این چیزا را خلق کرده و پیدا کرده. چی پیدا کرده؟ آسمان خلق کرده. حالا تمام انس و جن که دست به دست هم بتن مانند آسمان چیز پیدا کرده، میتونم برادر اسلام بگوی برای ما انس و جن که دست به دست هم بتن مانند آفتاب چیز برای ما تو پیدا کرده میتونه، مانند زمین برای ما تو چیز پیدا کرده میتونه، مانند از این درختی که الله رب العزت چه قسم میوه و ثمر برای ما تو میتونه، آیا انسان میتونه که بهش یک چیز پیدا بکنه؟ نه. هذا خلق الله فارونی ماذا خلق الذين من دونه. این خلقت الله هست. این الله رب العزت به وحدانیت و یگانگی خود پیدا کرده و ما باید به ایمان داشته باشیم، به این عقیده داشته باشیم. تو فکر نکنیم که جهان به اصطلاح جهان بوده و هست و میباشه. نه، جهان نبوده، اصلا نبوده، اصلا نام نشان از این جهان نبوده و از این کائنات نبوده. الله در ازل برای ما تو تعیین و اندازه شکل و مطابق از او فیصله ها حکم الله جل جلاله چه میشه صادر میشه و این جهان و کائنات به این شکل پیدا شده. از قضیه ایمان به قضا و قدر که ما میگیم که من حیث یک کلمه مرکب میباشه، قضا حکم و فیصله گفتیم، قدر تعیین و اندازه گفتیم و هر زمانی که ما ایره در اصطلاح علم عقیده بیان میکنیم، قضا و قدر در حقیقت عبارت از همون تعیین و اندازه های ازلی الله رب العزت است که مطابق از او حکم و فیصله چی میشه تنفیذ میشه. خب تعیینات ازلی الله رب العزت یعنی چی؟ زمانی که ما در حدیث متبرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعه میکنیم و حدیث امام مسلم رحمت الله علیه در صحیح خود ذکر کرده گیست و می فرماید که الله رب العزت قبل از اینکه جهان و کائنات پیدا بکنه و خلق بکنه تعیین و اندازه از این 50,000 سال قبل از پیدایش از این زمین آسمان فیصله از این تعیین و اندازهش الله رب العزت چی کرده؟ انجام داده. کتب الله مقادیر کل شیء، كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله رب العزت تعيين و اندازه هر چیز، كل شيء، زمانی که ما در زبان عربی میگیم برادرسام، كل شيء افاده عموم میکنه، هر چیز از کوچکترین ذره، این زمین یک مرچه، این زمین یک میکروبی که میکروسکوپ هست در تحت میکروسکوپ میبینه و در تحت وسط چشم مجرد دیده، این زمین میکروبی که در تحت میکروسکوپ دیده میشه، این زمین چیز که الله رب العزت در ازل تعیینش کرده تا بزرگترین اجرام سماوی که برات از عرش و کرسی هست الله رب العزت فیصله های ازیره قبل از اینکه زمین و آسمان پیدا شد و 50,000 سال قبل.
خب اینجا از سال قبل به کدام سال دیگه؟ در او وقت زمان خیلی سالهای موتو نبود. این سالهایی هست که به نزد الله رب العزت می باشه دیگه. سالهایی که به نزد الله رب العزت می باشه غیر سالهایی هست که به نزد موتو هست دیگه. پس این همی فیصله های ازلی الله رب العزت است، متوجه باشین. این همی تقدیرات ازلی الله رب العزت است که در ازل او را فیصله کرده و مطابق فیصله الله رب العزت تماما آن چیزی که ما در جهان و کائنات مشاهده میکنیم مطابق فیصله های الهی چی میشه صورت میگیره. پس متوجه باشین قضیه ایمان به قضا و قدر این تنها متعلق به ما و تو انسان نیست. این قضیه ایمان با قضا و قدر متوجه تمام جهان و کائنات میشه، متوجه تمام ذراتی که در این کائنات است میشه و متوجه تمام مخلوقاتی که بوده و هست و بعد از این پیدا میشه و میآید، کل از این تحت قضا و قدر الله رب العزت داخل میشه و به این شکل انسان مؤمن و مسلمان به این یقین میکنه که جهان کائناتی که ما در اون زندگی میکنیم، انسانی که در اونجا من حیث خلیفه الله رب العزت است، چیزهایی هست که همش به تقدیر و فیصله و اندازه و تعیین الله رب العزت صورت گرفته و در این تعیین و تقدیر و فیصله الله رب العزت هیچ کس نه شریک بوده نه معاون بوده و نه در این کس مداخله کرده و نه کس میتونه که تعیینات الله رب العزت چی بکنه، تعدیل بکنه و یا به او چی کنه، تغییر بیاره. پس به این اساس متوجه باشین که ایمان انسان به قضا و قدر زمان تکمیل میشه. یعنی این مسئله را که ما بیان کردیم زمان تکمیل میشه که ما به چهار رکن اساسی از ارکان ایمان به قضا و قدر ایمان داشته باشیم. برادر اسلام، ایمان به قضا و قدر چهار عنصر و یا چهار رکن اساسی داره که هر یک از این ارکان در ایمان به قضا و قدر ما باید چه شوه وجود داشته باشه. یعنی به این معنی که اگر ما امروز از اکثریت مسلمان ها پرسان بکنیم که شما چی گونه به قضا و قدر ایمان دارید، به قضا و قدر ایمان داری؟ الحمدلله ایمان دارم، هیچ کس انکار نمیکنه. اما زمانی که ما در رابطه با کیفیت چگونگی از این پرسان میکنیم که تو به قضا و قدر چگونه ایمان داری، شک نیست که اکثریت ما جواب داده نمیتونه. والا به قضا و قدر ایمان داریم دیگه، چگونگیش دیگه من نمیفهم. خب چگونگیش نمیفهم، چرا ایمان داری؟ اگه به قضا و قدر ایمان آوردن چه فایده داره؟ بس میگوی قضا و قدر است دیگه، باز که نفهمیدیم سبیل را برداشت نادرست میکنیم، باز قضا و قدر است اکثریت از این در اعمال افعال خود داخل میکنیم و به مور خاطر است که برداشت های نادرست آن چیزی که بسته الله رب العزت ما و شما را به اون مکلف کده او را میگذاریم و آن چیزی که خود با برداشت های نادرست میکنیم در رابطه با قضا و قدر چی میکنیم انجام میدیم. پس ایمان ما زمانی که ما در رابطه با قضا و قدر بیان میکنیم، بیان ایمان ما با قضا و قدر تکمیل نمیشه تا به وقتی که چهار عنصر اساسی از عناصر ایمان با قضا و قدر در ایمان ما داخل نباشه. و او چهار عنصر در حقیقت واردش چی هست؟ یکی علم است، یکی کتابت است، یکی مشیعت میباشه و یکی هم خلق میباشه. و این چهار رکن اساسی از ارکان ایمان است. ایمان به قضا و قدر است که خودش یک خطبه مستقل را تقاضا میکنه که در رابطه با هر یک از این ما شما صحبت بکنیم که تا بفهمیم که علم در قضا و قدر یعنی چی، کتابت در قضا و قدر یعنی چی، مشیعت چی را میگن، خلق چی را میگن، که تا چی چهار عنصر در ایمان و به قضا و قدر یک جای شده و ما بتانو که من حیث انسان مؤمن و مسلمان کیفیت و چگونگی ایمان خود به قضا و قدر چی بکنم بیان بکنم. پس به اساس انشاءالله تعالی در رابطه با یه عناصر چارگانه در خطبه یا آینده الله رب العزت با شما را صحت بده، حیات بده، زندگی بده صحبت مفصل میکنیم. قضیه ایمان به قضا و قدر متوجه باشین که بسیار یک قضیه خطیر هست برادر اسلام. اکثریت در رابطه با اون معلومات نداریم و ما امیدوار هستم که انشاءالله الله رب العزت مرا هم توفیق بده و شما را هم توفیق بده که تا از این خطبه های جمعه استفاده کرده اقلا یک کمک وری وقت تر بیاییم که تا در رابطه با این قضایا بفهمیم. شما را باور بکنید که اگر این همی قضایا را ما این از این طریق نفهمیم دیگه باور بکنید که ما کدام رای دیگه نداریم که در رابطه با این قضایا فهم حاصل بکنیم. خود ما بسیار سعی و تلاش و کشوش نمی کنیم، خود ما نمیریم یک کتاب عقیده را باز نمی کنیم بخونیم چی گفتگیست. بس این خطبه های جمعه را به حساب فرصت غنیمت شمرده و یک الحمدلله ما در رابطه با این خطبه ها من حیث خطبه های درسی هفتوار صحبت میکنیم. کوشش بکنید که وقت‌تر بین که تا از این مسائل آگاهی پیدا بکنید و خاصتا و خاصتا مسئله قضا و قدر که اکثریت در رابطه با ما شما معلومات کافی نداریم. الله رب العزت همه ما شما توفیق به عمل کنه سی فرمایید. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله تعالى على خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شك نيس برادر اسلام که برداشت های نادرست و غلطی که ما از ایمان آوردن به قضیه ایمان آوردن به قضا و قدر به نزد اکثریت مسلمان های ما پیدا شده، شک نیست که برداشت های غلط و نادرست
یک سلسله خمود و جمود، کسالت و تنبلی در بین خود مسلمان های ما پیدا کرده، بلکه حتی منجر به این شده که تا برخی از مسلمان های ما اعمال زشت و قبیح خود به نام قضا و قدر نسبت داده و بالاخره خود از او فارغ بسازند. مسئله نصیب و قسمت که امروز در بین ما و شما مروج هست و اکثریت امور ما به نصیب و قسمت نسبت میدهیم، اینمی در حقیقت نسبت دادن از این امور به قضا و قدر الله رب العزت می باشه. و اینمی برداشت های نادرست منجر به این شده که امروز تحقیقات را که برخی از دشمن های اسلام در رابطه با کشورهای اسلامی می کنند که ما به نام خاورشناسان و یا مستشرقین مسمایشان می کنیم، بالاخره منجر به این شدند کنا از این برداشت های نادرست مسلمان ها در رابطه با قضیه ایمان به قضا و قدر ایتو یک حکم بر ما فیصله بکنند که گویا آن چیزی که ما در کشورهای اسلامی از خمود و جمود و عقب ماندگی و پس ماندگی و فقر و تنگدستی مشاهده می کنیم، احتیاج و نیاز جان به کشورهای غربی مشاهده می کنیم، این در حقیقت ناشی از ایمانشان با عنصر قضا و قدر است. بسیار جای تاسف است برادر اسلام که حکم ما از یک دشمن اسلام بشنویم که در رابطه با مسلمان ها ایتو یک حکم می کنه و او چرا این حکم می کنه؟ به خاطر برداشت نادرست و غلط ما و تو از ایمان آوردن به قضای قدر که ما و شما داریم. آیا اصحاب پیغمبر ایمان به قضا و قدر نداشتند؟ آیا کسانی که تمدن اسلام بنا گذاشتند اوج قدرتش بود، آیا اونا به ایمان به قضا و قدر نداشتند؟ اگر اصحاب به این قسم که ایمان به قضا و قدر موتو داریم می داشتن، اصلا متوجه باشین که اسلام از چارچوب مکه مکرمه تجاوز نمی کرد، بلکه ایمانشان به قضا و قدر بود که اسلام به تمام جهان انتشار دادن، ایمانشان به قضا و قدر بود که تمدن را ایجاد کردن که تا به امروز جهان به او افتخار میکنه و اساس تمدن امروز که ما در جهان مشاهده میکنیم اساس از این میرنمو چیز تشکیل میتا که مسلمان ها گذاشته بودن. او در حقیقت برداشت غلط و درست چیست؟ اکثریت مسلمان ها می تو فکر می کنه که به نمی حالتی که ما هستیم فقر و تنگ دستی خدا این نمی را فیصله کرده ولی نصیب و قسمت از دیگه چی کنیم، اینمی کشورهای اسلامی اینم قصه عقب ماندگی هست دیگه. آیا ایمان به قضا و قدر امیر از ما تقاضا می کنه؟ اگر جهان به می قسم ما بپذیریم، قسمی که عقاید یهود است، عقاید هنود است، هندی ها برهمایی ها به این عقیده هستند، یکی از عقاید از اونایی است که جهان به شکلی که هست بپذیرش، در جهان در رابطه با تغییر در جهان سعی و تلاش و کوشش نکو. و می خاطر است که ما نظام طبقاتی بسیار سخت را در نظام هندویزم مشاهده می کنیم برادر اسلام، کنا در رابطه با تغییر از این نظام کوچکترین بسیار توجهی نمی کنند. کسی که در طبقه حاکم هست او طبقه تا به ابد در طبقه حاکم می باشه و کسی که در طبقه خدمتگار و مزدورکار است تا ابد در طبقه مزدورکار بوده می باشه و مزدورکار هیچ وقت در طبقه حاکم و حاکم هیچ وقت از طبقه حاکم به طبقه مزدورکار نزول نمی کنه. یه عقیده هندوها هست برادرم، عقیده مسلمان نیست. ما جهان می پذیریم ولیکن الله رب العزت ما را به این خاطر به این جهان پیدا کرده و خلق کرده که ما به این جهان تغییر بیاریم. خلیفه از این زمین و خلیفه از این جهان کی الله رب العزت مقرر کرده؟ ما و تو انسان، تمام امکانات به دستت قرار داده. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه. الله رب العزت زمین برای تان رام کرده، برین در زمین بگردین و از رزق الله جل جلاله بخورین و برین در زمین آن چیزی که خیرات است بکشین استفاده بکنید. این کل استفاده به خاطر کی هست؟ به خاطر موضوع انسان هست. اگر ما جهان به می قسمی که هست اگر قبول بکنیم، آیا از این معادن موضوع و استاد چیز استفاده کرده می تانیم؟ امروز کفار بیبی که چه حال است، آن چیزی که خیرات در زمین است نه تنها که از خود گرفتن، از کشورهای اسلامی موضوع را هم بردن. چرا ما مستحق نیستیم که از ذخایر خود ما استفاده بکنیم؟ به خاطر نمی مسئله موضوع هست برادر استاد.
پس متوجه باشین که زمانی که ما ایمان آوردن به قضا و قدر را نفهمیدیم که ما چگونه به قضا و قدر ایمان بیاریم و مخاطر است که برداشتهای نادرست و غلط نه تنها که خود ما و شما را به طرف عقب ماندگی و پس ماندگی سوق داد، حتی دشمنان اسلام هم وادار به این کرد که تا ما را با ایمان ما متهم به این چیز بکنه که ایمانشان، اسلامشان و دینشان اونا را به طرف از این عقب ماندگی چی میکنه، دعوت میکنه و اسلام از این بری میباشه و اسلام از این بری می باشه. برادر اسلام، اسلام همیشه موتوره به طرف عمل، به طرف کار، به طرف فعالیت و به طرف نشاط. همیشه ما شما را سوق میده، همیشه ما شما را دعوت میکنه. همین قرآن مجید برین باز بکنین که چقدر الله رب العزت ما شما را میگه عمل بکنین، عمل بکنین، عمل بکنین، کار بکنین. ولی ما تو قرار میشینه که والا خدا هرچی که فیصله کرده باشه فیصله میکنه. امروز دستوری مسلمان های ما شما برادر اسلام کارهای زشت نادرست انجام میدن و بعد از درخی چی میگه؟ والا نصیب و قسمت بود. نصیب و قسمت تو از کجا فهمیدی دیگه؟ نصیب و قسمت قضیه غیبی هست. آیا پرده لوح محفوظ برای تو کش شد که تو مشاهده بونی بی چی هست؟ قضیه ایمان به قضا و قدر و قضیه غیبی هست و مکلفیت ما تو در دنیا مکلفیت چیز دیگه هست برادر اسلام. بین هر دوی از اینها خلط نشه برادر اسلام. علت انحرافی که برخی از گروه ها منحرف شدن، متوجه باشین قضیه خلق کردن بین آن چیزی که قضا و قدر می باشه و بین آن چیزی که مکلفیت ما. ما مکلفیت خدا فراموش کردیم، رفتیم در کارهای خدا دست زدیم، سر قضیه قضا و قدر و نصیب و قسمت لحم محفوظ گرفتیم، در حالی که در آن ما شما در رابطه با او اصلا علم وجود نداره و ما مکلفیت ما در دنیا است که چیزی که الله رب العزت ما شما را امر کرده باید او را انجام بدیم و چیزی که الله رب العزت ما شما را نهی کرده از او خودداری بکنیم. پس ما خاطر است که قسم به خداست که اگر ما با آن چیزی که الله امر کرده انجامش بدیم و از آن چیزی که نهی کرده خودداری بکنیم، سرفرازی، ترقی، پیشرفت، خوشبختی، سعادت، خیر، برکت، همه چیز نصیب ما بشه. ولیکن به خاطر که نکردیم و قضا ایمان به قضا و قدر درست درک نکردیم و نفهمیدیم و نمی خاطر و نمی مشکلات باقی ماندیم که الله رب العزت ما شما را از این مشکلات نجات بده.